درود ادب مجدد. ببین آرمین، من یه مسئله هست میدونم هم گفتی اینو نگیم، ولی خب چون تو ذهن خیلی ها مثل من یا میکنم بدون کاری دارم گفت منم برام مسئله است. اینکه شما میگی که مثال اسلام و اینا رو میزنی، ببین اینکه حرف تو من قبول ندارم که میگی آقا ما هر چیزی رو که یک کم از جمهوری اسلامی بهتر باشه باید قبول کنیم. یک کم کلی هزینه داره. نگفتم یک کم، گفتی بهتر باشه. بله بله، گفتی بهتر باشه. خب بهتر باشه، خب یعنی یک کم هم من میشه دیگه. خب بذار دقیق تر بگم، خیلی بهتر. ببین شما اگه یک جمهوری، یک حکومت سکولار دموکرات داشته باشید، خب که یه حزب اسلامی داره که این حزب قوانین درون حزبی اسلامی داره، ولی تو مجلس اگه بیاد باید استدلال های خارج از دینی بکنه برای قوانینش، من خوشم نمیاد از این قابلیت داشتن یه همچین حزبی. خب ولی شما یه الان یه کشوری دارید که با اینکه این حزب دینیه، برای هر چیزی که بخواد دلیل بیاره و ازش دفاع بکنه باید دلایل غیر دینی بیاره. این خیلی بهتر از جمهوری اسلامیه. یه ذره بهتر نیست؟ این خیلی بهتره. این بخش خیلی، این بخشش که اگر بخواد دلایل غیر دینی بیاره خیلی خوبه. خب مسئله من اینجا بود که گفتم ما یک پیش‌فرض اینه که این گلی که کارنجان گفت زدنه یه گل راحت نیست، گلیه که بسیار هزینه داره، و دو اتفاقا این که اسلام توی ایران ریشه های بیشتری داره و طرفدارای بیشتری داره پیش‌فرض دوم، و پیش‌فرض سوم این که اسلام نسبت به مسیحیت این که نتیجه این گلی که ما می‌زنیم و احتمالش رو بتونه خراب کنه رو خیلی داره. خب من میگم اگر تو آمریکا تونستن یه چیزی مثل سخت جنین رو بیان که از کمترین چیز، یکی از چیزاییه که تو مسیحیت هست و بتونن بیان تلاش کنن واسه ممنوع شدنش، اگر ما این قابلیت رو به اسلام بدیم که هزار تا چیز دیگه میخواد، مثل مسیحیت نیست که چیزای کوچیک بخواد، اون موقع احتمال این که این تلاشای ما به هدر بره خیلی زیاد میشه. با این آره، ولی شما درسته، ولی شما اصلا به اینجا نخواهید رسید که بتونین هم نگران همچین چیزایی باشید اگه مسلمانان کشورتون راضی نباشن که با شما همکاری بکنن که یه کشور بسازید. خب شما اصلا به اونجا نمیرسید که بگین الان خطرناک شده برای ماها. خب یکی این، یکی هم با مثال هم دارین. ببین شما تو تونس رو نگاه بکنید، خب الان تونس یک حزب اسلامی داشت، خب ولی مشکلاتی که براش به وجود اومده اتفاقا به خاطر اون حزب دینی حزب اسلامیش نبوده. اتفاقا حزب اسلامیش تاثیر، یعنی حالا نمیگم به خاطر اسلامی بودنش نیست که تاثیر مثبت، یعنی الان یه مقدار تونس دیکتاتوری تر شد بعد از این انقلاب، بعد از این بهار عربی و اینا. خب ولی الان تونس تنها کشوری بود که تونس موفق باشه از این بهار عربی. الان یه مقدار برگشت، نه خیلی، ولی یه مقدار داره دیکتاتوری تر میشه. چیزی که داشت جلوی این دیکتاتوری ترشو میگرفت اون حزب اسلامیش بود که خیلی اعتقاد به دموکراسی داشت. نمیگم این نشون نمیده که اسلام خوبه و اینا، اسلام اصلا مزخرفه به نظرم. خب من به شدت اسلام ستیزم، ولی ما میگیم که داریم کشورهایی که حزب اسلامی هم داشته و این حزب اسلامیش اون نقش خطرناکی که شما میگفتین نداشته، و بحثی هم که داشتن این حزب اسلامیش میکرده بحث سر این که باید کشور اسلامی باشه نبوده، بحث سر این بوده که اینکه این قانون اساسی رو از دست ندیم، الان به طرف دیکتاتوری نریم، یه همچین بحثایی بوده. این بس قابلیتش هست، نمیگم حتما اینجوری میشه، ولی قابلیتش هست. تونست نوری ببین اینجوری بذار بگم قبول، من اون البته من با این چیزا یکم مشکل دارم با تمام مثال تونست، چون شاید یکم مقاطع تمام مثال ناروا باشه، چون یه مقداری پایه‌هاش برابر نیست، یعنی ریشه های اسلام و خواستگاه اسلام توی ایران با تونس خیلی تفاوت داره. آخه من از اگه ببین اصلا مگه میشه مثال زد اگه همه چی بعد مثلا بگم میگم قانع شدم با حرف اوله. اوکی، نه میگم با حرف اوله دیگه قانع شدم، یعنی اگر قرار باشه اون حزب دینی از چیزایی که میخواد فقط با استدلالای غیر دینی بتونه توی مجلس دفاع کنه، این قابل قبوله. این من آره بله، شما میتونید قوانین دینیتون میتونه فقط درون حزب باشه. مثلا شما میتونید بگی شما وارد حزب ما نمیتونید بشید اگه مثلا چه میدونم حجاب ندارید، یا اینکه اگه مسلمان نیستید. خب ولی وقتی اومدی تو مجلس، این حزب اومد تو مجلس، اینجا اگه بیای بگی قرآن فلان چرت و پرتی گفته یا اینکه فلان باید بشه بخاطر اینکه محمد یه همچین حرفی زده، این میشه علیه قانون مجلس. تو مجلس باید استدلالای غیر دینی بیاری. میتونه بفهمه جون میکنیم ما به اساسنامه اون حزب، اگر که تو اون اساسنامه اون حزب نوشته شده باشه که ما قوانین ما بر پایه الله و شریعت، اصلا باید حذف بشه. میتونه واسه خودش فعالیت بکنه، بره بزنه یه گروه بزنه واسه خودش فعالیت بکنه، اما زمانی که میخواد بیاد تو مجلس یا بخواد بیاد تو دولت حتما باید جلوش گرفته بشه.
اوکی، حالا اینا رو ما میتونیم ببینیم، ببینیم اینکه چه چیزی خوبه و چه چیزی رو ما ظرفیتش رو داریم الان توی ایران. این دو تا بحث شما ببین، این رو کاغذی خیلی نوشتن خیلی چیزا، تئوری پردازی رو کاغذ و اینا خیلی قشنگه. او چی میگه؟ اگه کشور باید اینجوری باشه، اینجوری باشه خیلی خوب میشه، اونجوری باشه افتضاح میشه. خب ولی این تئوریه، خیلی هم زیباست، ولی باید تو عمل چیزی که میشود با چیزی که شما دوست داشتین خیلی میتونه فرق بکنه. این چیزی که قابلیتشو دارن باید در نظر بگیرید وقتی که میخواین یه چیزی رو اجرا بکنید. میگم من فعلا ساکت میشم در این مورد حرف نمیزنم، ولی آرمین یه کامنت میتونم نظر خودم همچنان